قربونه تو برم. حالا احوال ساعت اینجا 12 شبه، 12 هم گذشته. بله 12 و نیمه، نزدیک 1 شبه. بی خوابی سرم زد، گفتم بیام بیرون ساعت 1:30 شب. 1:30 شب هیچ وقت قهوه نخورید، خوابتون نمیبره. یه بار پیاده روی کردم، بعد دیگه گفتم بشینم یه بار با اجازهتون قهوه بخورم. چه خبر ها؟ چهار صبح کنار دریای گیلان. خوش به حالت آقا، خوش به حالت که ایرانی. یه مشت زامبی مذهبی که ایران ما رو گرفتن، ما رو پرت کردن بیرون، تبدیلمون کردن جزیره قناری. بذار یکی رو بیاریم بالا ببینیم چی میگه. نه مایان خود مایان هست تو انگلیس خواب نداری ساعت 12:30 شب؟ به به اوه داشتی برنامه منو میدید. فقط خواستم اینو، طول روز خیلی گرفتارم، شبا با هم زندگی میکنم و برنامه رو داشته میدم اونجا. عجب گنگ زدن دیگه آقا، گنگ زدن، این حکومت گنگ زده. قربونت برم. زنده این برای اومدی خبرم کن. ساعتمون یکیه، ساعتمون یکیه ولی آرز برای تو بشم. قربونت برم عزیزم، برای تو بشم. خدا عجب حرکتی زد آیان از انگلیس. دمت گرم. برای برنامه ما اجرا کردم امروز، یه ذره احساس کردم خستم، گفتم باید پیاده روی کنم. یه خورده پیاده روی کردم، بعد دیگه اومدم اینجا نشستم، یه لچه لچه گرفتم، یه حالشو بردم. خب شما بیا بالا عیزم. تا یه خود صدا رو من بد میشنوم، اینا ای موزیک میذارن اون بر دارن خیر میدن. بیا بالا عیزم، نیومدی؟ برای شما بشم. عزیزی آقای میلاد عزیز، میلادی این پیج اینستاگرام هم خیلی دیگه مخفیه، یعنی پیج دوممه، پیج اول مثلا یه خود شلوغ‌تره. متاب اون پیج اول اولیمو که زدن، من تا الان 17 تا حساب باز کرد، اولیه رو مثلا 1 میلیون شده بود. روزای بعدی رو میگذروندیم واقعا، روزای خیلی بعدیه. لچه لچه همون کاپیچینوه؟ نه لچه لچه یه قهوه مخصوص خود اسپانیاست. البته جعفر قناری در حقیقت برای مراکشه، منتها اسپانیا زورش رسیده گرفته. الان دست اسپانیاست. البته بخاطرش خیلی جنگیدن، انگلیسی ها خیلی دوستش داشتن، انگلیسی ها دوست داشتن بگیرن دیگه، داستان زیاده. منتها جزیره زنده یه دیگه، اینجا شب نداره کلن. ساعت 4 صبح هم دیگه کافه ها بازه، به خصوص شمال جزیره، شمال جزیره که 24 ساعته بازه. ما جنوب جزیره ایم. اینجا ما یه خود گاو پیشونی سفید شدیم. یکی دو نفر حال اینجا چون حالت محلی داره، یکی دو تا از این چیز تروریست ها رو اذیت کردم، همه دیگه منو میشناسن.
میگه اوه گنگش بالاست و اینا هوامو دارن. ببین تغییر رویه دادی که ببین میدونی مسئله چیه، میگه حالا خدا شد که تغییر رویه دادی، یعنی دارم حمله میکنم به نظام. ببین آدم اگه عقده داشته باشه نمیتونه چیزی رو بسازه. ببین نظام جمهوری اسلامی خب معلوم بود که مثلا من همیشه تو همه برنامه هم که پرچم شیر و خورشید هم معلومه، این تاج گردن هم که همیشگی بوده، اینا چیزایی نبوده که پنهون باشه. که قربونت برم، امیدوارم حالا صدام خوب بیاد. مسئله اینه که اینا آلترناتیو نداشتن دیگه و ندارن. ببین شما نظام سقوط بکنه ایران نابود میشه، ولی خب من تلاش کردم با محبت کردن و با دفاع از بخشای از نظام بتونم یه حس همگرایی ایجاد کنم، یه حس بالاخره این تندای مذهبی رو یه مقدار با جریان ملی آشنایی بیشتری بکنیم. ولی میدونی اسلام مغز اینا رو هک کرده دیگه، عقلشون رو گرفته. برای همین دیگه بعد از داستان مهسا امینی منافع شخصی من در این بود که از نظام دفاع کنم، چون کمترین منافع شخصی همین وایرال کردن کارام و برنامه‌ام، چون بالاخره من اپوزیسیون زدم، یعنی از اونجا روندم. حالا اگر نظامو می‌زدم از اینجا مونده می‌شدم، یعنی از اونجا رونده، از اینجا مونده. ولی نمی‌شد دیگه آدم پا بذاره رو خونه هموطناش. یعنی من گفتم مهم نیست، بذار چوب دو سر طلا بشم، ولی با وجدان خودم به مشکل نخورم. یعنی داستان این بود، مگر من تمام این 5 سالم تمام تلاشمو کردم این نظام یه مقدار از این اسلامگراییه، نه که بذارتش کنار، چون اینا نمیتونن اسلامو بذارن کنار، یه مقدار تقلیل پیدا بکنه. منطق خیلی اینا میدونی من نمیفهممشون، یعنی نمیتونم بفهمم چرا آدم یه بار به دنیا میاد، چرا بعد اجازه بده یه باوری به اسم اسلام زندگیشو بخواد تحت شعاع قرار بده، لذت‌های زندگیشو بگیره، مغزشو هک کنه و فراتر از این مردم خودشو اذیت و آزار کنه. دوستان مشکل ما سیاسی در درجه اول نیست، مشکل ما قانون نیست، مشکل درجه اول ما اخلاق و بی اخلاقی و بی معرفتی نیست، مشکل اساسی این کشور باور به اسلامه. من اینو همیشه میدونستم، من این صحبت امروز و دیروز هم نیست، من نزدیک 40 سالمه قربونتون برم، من 20 سالم بود که رسما از اسلام اومدم بیرون، الان 40 سال، نزدیک 40 سالمه، 39 سالمه در حقیقت. دقیقا تو این سالا خیلی نگاه هم عوض شد اینا، ولی دوتا نگاه هم عوض نشد، یکی ازدواج هم با خانومم بوده که هیچ وقت پشیمون نشدم، الان 14 سال زندگی میکنیم. یکی دیگه هم مسئله عوض کردن دینم بود، اسلامو گذاشتم کنار و زرتشتی شدم، هیچ وقت از این قضیه پشیمون نشدم و هر روز مطمئن تر شدم. نه میدونی بعد یعنی مطمئن بحث اسلام هم میتونم میدونی شما الان این منم حمله کنی بعضی از اینا گارد میگیرن، ولی خب من 5 سالم حمله نکردم، تلاش کردم آروم آروم بهشون بفهمونم، بازم نفهمیدن. یعنی یه اره ایه اسلام ناب، یه اره ایه رفته تو پاچه ملت ایران و با دو امپراتوری ترس، ترس درونی و ترس بیرونی تونسته کار خوش رو پیش ببره و مملکت ما رو به کثافت بکشونه. آی کمپین اسلام ستیزی اینا فایده نداره. ببین این نظام 16% هوادار داره، 16% که شدیداً هم به اسلام اعتقاد دارن، یه چیزی نزدیک 11-12 میلیون نفرن. شما کمپین اسلام ستیزی را بندازی، هرچی را بندازی، اینا متاسفانه زامبی شدن. یعنی اسلام همون داستان گاز گرفتن زامبیه، اینا زامبی شدن و شما با 10-11 میلیون هموطنت که زامبیان اعتقاد به اسلام دارن میخوای چی کار کنی؟ این یه سوال جدیه، خیلی سخته دیگه. یعنی من آینده‌ای برای ایران نمیبینم، چون مردم دیگه به اینجاشون رسیده،
یه مردمی که در حقیقت دست کم 50 میلیون نفرن، حالا بگو یه 10 میلیون هم بیخیالن، 10-15 میلیون بیخیالن، یه 11 میلیون هم اینا هوادار دارن، مردم هم به اینجاشون رسیده. در این شرایط اگر نظام نفهمه آخر اسلام یه کوچولو پیاده نشه، حداقل شریعت اسلامی رو حذفش نکنه یا کمرنگش نکنه یا ضعیفش نکنه، آینده ایران در بهترین حالت آینده ایست که در 90 روز گذشته دیدیم. یعنی مردم با یه دگری زیاده خواه وقیه مذهبی طرفن که اینا هم کتابی ها نیستن، اینو بهتون بگم، اینا هم کتابی ها نیستن. و چجوری 80-90 روز ما شکاف های اجتماعیمون بیشتر شده، دو طرف همدیگر رو دارن توهین میکنن، فحش میدن، همین قضیه است. منتها حالا من چی شد که منم به این شکافه کمک کردم که 70-80 روز، چون منم دیگه طاقت نداشتم، منم دیگه اعصابم نمیکشید. یعنی دیگه بالاخره دیگه احساس کردم کاری نمیشه که، بعد آدم دیگه مرگ یه بار شیون یه بار. حالا اون 16% وقیه زامبی مذهبی میخوان ناراحت بشن، میخوان نشن. گفتم حداقل حالا که دیگه کاری بیشتر از این از دستم بر نمیاد، حداقل حرف دلمو بزنم دیگه، حرف دلمو بزنم، بگم واقعا از باوراتون، از مذهبتون، از اسلامتون، از محمدتون، از قرآنتون، از حسینتون، از زینبتون، از زهراتون، واقعا حالم به هم میخوره، واقعا حالم بد میشه. من دقیقا حرف دلمو زدم، الان راحتم. این مال امروز و دیروز هم نیست، 20 ساله من 0-100 باورهای شما واقعا توهین به انسانیته. انسانی که کرامت انسانی داشته باشه، اعتقاد به کرامت انسانی داشته باشه، نمیتونه این داستانا رو قبول کنه. امیدواریم بالاخره، ببین این 16% مذهبی ما هم اینا هموطن ما هستن، باید، یعنی خب بالاخره مملکت هم دست ایناست و آلترناتیو هم ندارن. ببینید همه حقایق دنیا که در مورد اسلام که نیستش، ما یه اپوزیسیون وطن فروش فکل کراواتی هم این برداریم دیگه. خب این اپوزیسیون اگر آدم بود که من اصلا نمی اومدم از نظام جمهوری اسلامی در مقاطعی دفاع کنم، و دفاعی من از جمهوری اسلامی هم ببینید میفهمم، شاید الان فکر کنید دارم تناقض‌گویی میکنم، اون مشکل خودتونه، چون اصلا ما ملت پارادوکس داریم و این پارادوکس اسم در حقیقت پدر ما رو در آورد. تمام شاعرامون هم این پارادوکس رو داشتن، از اون ور می میخوردن شراب میخوردن، از این ور حافظ قرآن بودن، و این مشکل مشکل پدیده ای، از اون ور آقای مولانا با آقای در حقیقت شمس تبریزی داستان ها داشتن، یه جورایی گی بودن ولی از اون ور اعتقادات اسلامی داشتن. یعنی این یه پارادوکس میه دیگه. حالا ما با یه نظامی طرفیم که در یک سری کاراش کارهای درستی انجام داده، ولی خب در یه جای دیگه ای واقعا مثل داستان حوزه داخلی جنایت کرده. بنابراین موازه منم به عنوان یه ملی‌گرا که میخوام کشور حفظ بشه، متناسب با این تناقض‌های موجوده دیگه. بلش کنه، نمیخواستم به حرفش بیفتی بارم. نه دام سیاست اسرائیلی اینا نیست. ببین اینا همه یه جورای حرفه. دیدم امروز هم یه رایفی پور یه تیکه کلیپ داره توریه میکنه، حالا جوابش رو میدم. اینا همه حرفه، نه بس اسرائیل و آمریکا و دشمن نیست، بس بر سر حماقت مذهبی داخل کشوره. چه ربطی به آمریکا و اسرائیل داره؟ بله اونا دشمنن، که به ما نگید که، ما خودمون گفتیم اینا دشمنن. حماقت این جریان مذهبی رو که نمیتونیم بندازیم گردن دشمن. من یه ابلهی اینجا هست شمال جزیره، اینم اعتقادات اسلامی داره، تروریست اسلامیه، این از شمال جزیره میومد جنوب جزیره به ماشین من 70 کیلومتر رانندگی میکرد، دو تا تخمق میزد. دشمن است، دشمنی که تخمق به ماشینم میده. حالا بماند که دهنش رو سرویس کردم، به دادگاه کشوندم، محکومم شد. اما من این مثال چند بار زدم، اومدم ماشینم رو تو پارکینگ پارک کنم، زدم به ستون پارکینگ، ماشینم داغون شد.
فردا صبحش خانومم فهمید، به خانومم گفتن احتمالاً دشمنمون اومده. فهمیدی؟ درسته من دشمن دارم، ولی ماشینو دشمن من نزده بود به پارکینگ، به ستون پارکینگ من زده بودم. ولی گفتم کار دشمنمه. حکایت جمهوری اسلامی اینه. بله، اسرائیل دشمن است، آمریکا دشمن است، کلی دشمن داریم. اما این حماقتی که الان، کثافتی که زده شده 3 ماه به مملکتمون بعد از مهسا امینی، این کار دشمن نیست. اتفاقا بهتون بگم، با خانمم میگیم خدا رو شکر که آمریکا و اروپا درگیر هزاران مثلا بابت جنگ اوکراین، و خدا باز این سرزمین رو دوست داره که اینا اینقدر درگیر کارهای خودشونن، نتونستن اونجوری که باید و شاید بیان و فتنه را بندازن. چرا دیگه رهبرم الان بیاد مثلا دست یه سری آزادی بده، این خر مذهبی ها رم میکنن دیگه. اینم هست. حالا کلیپ رایفی رو من سه‌شنبه جواب میدم. ولی مشکل اینجاست دیگه، مشکل ما با یه پدیده خیلی عجیبه واقعا، یعنی نه که ما 1400 سال دنیا با یه پدیده عجیب و غریب. البته بگم مشکل فقط اسلام نیست، یعنی مشکل فراتر از اینه، مشکل تفکر ابراهیمیسمه، کلا باورهای ابراهیمیست که به شعور انسان توهین میکنه، میگه خدا 6 روزه دنیا رو آفریده، آدم و هوایی وجود داره، بهشت و جهنم، یه اصلا توهین به شعور انسانیت از جریان ابراهیمیست در میاد. اما یهودیت و مسیحیت و اینا در ادامه کار مهار میشه شریعتشون و ازشون یک در حقیقت اسکلت فرهنگی باقی میمونه. اما در بحث اسلام اینجوری نیست، یعنی کشورهای اسلامی معتقدان به اسلام متاسفانه با پافشاری به این باورهای غلط اسلامی گن زدن به زندگی هم خودشون. یعنی آدم وقتی یکی مثلا باورمند به اسلامه، خودشو محدود میکنه، زنه چادر میندازه، فلا هزاران ببخشید مریضی داره اون چادر، پوست بدنش با آفتاب نخوره، سرش شوره بگیره، شنواییش مثلا تاثیر بذاره، چون شما روسری بذارید شنوایی تاثیر منفی داره و همه این مسائل باعث میشه که انسان متعجب بشه، انسان متعجب بشه. عزیزی اوفو عزیز، حالا دیگه به هر حال منم دیگه بعد از داستان مهسا امینی دیگه دیدم راه نداره که با روند اون مسیری که ریل گذاری کرده بودیم میرسم به ضرر من از منافع شخصی. ولی خب منافع شخصی وقتی که جوانای مملکتت به خاطر یه باور غلط اسلامی دارن کشته میشن چه ارزشی داره؟ خدا رو شکر که خداوند هوایی ما هم داشته، انقدر دارم که نیازی نداشته باشم که بخوام مثلا خودفروشی کنم. خدا رو شکر. اینجا ببین چقدر هوا گرمه راستی، قشنگ با شلوارک میام بیرون. حال میده آدم با شلوارک میاد بیرون. اوکی. آره دیگه، ببین بالاخره ما اگر واقعا مردم، ببین حالا شما گفتی توندای مذهبی، ببین تا همینجاش مردم مبارزه کردن که برقه رو صورت زنای ما نیست، وگرنه جریان مذهبی رو ولش کنی تا برقه رو صورت زنای ما کار میکنه. همینجاش هم مردم اگه کار به اینجا رسوندن مبارزه کردن دیگه. حالا هر ملتی اگر میخواد فضا براش بهتر بشه باید مبارزه کنه.
یه دوستی نوشته که مراقب باش که مثلا اینا نباشن اینا. ببین اولا جزاره قناری اونجوری نیستش که تقریبا معذرت میخوام بلا نسبت هر بی سر و پایی بتونه اصلا پاشه بیاد، این یک. هر کی هم میاد زمینی نمیتونه بیار از گیت هواپیما بعد رد شه. دو سه با من این که اینجا بالاخره خوشبختانه پلیس و اینا هوایی ما رو دارن. سه چهار رو من توی دادگاه آخرم این بنده خدا برگشت گفت من به امید تالا نزدیک نشدم، وکیلم گفت راست میگه، توی خود دادگاه جلوی قاضی برگشتم گفتم راست میگه چون بدنش سالمه، یکی نزدیک شه ببینه اتفاقی میفته. دیگه خودش ناقص میشه دیگه، حالا خودش میبینه در حال به هنگامش مشخص میشه چه خبره. اگه خامنه ای موافق نبودم محاوره تا ویدیو تا لباس اینا. ببین خامنه ای کلن آدم ملیه، یعنی در بین این زامبیای مذهبی. ببین آخه اپوزیسیون اون که داغونه، داستان گفتم اپوزیسیون داغونه نبود، سرویس های بیگانه اجازه نمیدادن که مثلا ملت ما بتونه راحت زندگی کنه اینا. یعنی سیستم های غربی به دنبال این هستن که ایران تجزیه بشه، به ویژه الان مثلا در رأسشون فرانسه خیلی داره کار میکنه. برای حفظ ایران در حال ما به خامنه ای و الان اون اسمشو نمیخوام بیارم گارد جاویدانش نیاز داریم. برای کاری که باید بکنیم اینه که شریعت اسلامی حداقل تو این مرحله باید ضعیف بشه. شریعت اسلامی باید ما باید ببینیم کل نقشه مسیر رو بگم بهتون دیگه، تا جایی که میشه افسار اسلام رو باید بگیریم. مشکل ایران مشکل اسلامیه. داستان چین رو فردا برنامه میسازم، فردا شب ویژه برنامه دارم. داستانش طولانیه ولی داستان چین مقصرش هم باز جمهوری اسلامیه، خواهم گفت فردا. ما وقتی که یه نظامی داریم که درگیر مسائل پوشش مردمه، ببین مثلا من الان خودم به عنوان یه مرد، خب وقتی که هوا گرمه دوست دارم اینجوری بیام تو خیابون، میبینی؟ دوست دارم اینجوری بیام حالشو ببرم. بفرمو. خب من تو ایران میتونم اینجوری بگردم؟ نه. خب نظام وقتی که درگیر این قضیه است که مردم چی بپوشن چی نپوشن، معلومه چینم باید فکر خودش باشه، چون میبینه که این نظام با حماقتاش داره شوخی شوخی خودش از بین میبره. نه برنامه بوده است، خطشو میشناسه، سر خطه. شرایط مملکت شرایطیه که متاسفانه حال هیچکی خوب نیست، فضا کلن سطحش با این اومده. قرارداد چین با عربستان هم از همین ذیل همین داستان باید آنالیز بشه. برنامه رودست هم مستثنایی نیست، من هم مستثنا نیستم به همین فضا. از دست تو موبایل فروشی. چشم مناظره میکنم، پاشو بیا بالا مناظره کنیم. الان دعوتت میکنم، میگه جرأت داری مناظره کن، بیا قربونت برم. گرفتمت، بیا بالا، بیا یه خورده. آخر شبی، آخر شبی چیه؟ یک شب هم گذاشته. بیا یه خورده سر به سر بکنم، پاشو. نایمدی که هیچ. نه شما مال این حرفا نیست.
من که برعکس برنامه سازای دیگه که خیلی چیز میذارم که اسپیس توییتر میذارم، البته کلاب ها سال نمی کنم ولی اسپیس توییتر میذارم. اینا نظام ببین کوتا نیاد، این دوست عزیز درست میگه، شاید نظام کوتا مهم نیست. ببین شما الان 80 اصلا شما بکن نظام اصلا مردم نتونن بیشتر از این کاری بکنن، مگه همین اتفاقاتی که این 80 90 روز افتاده کمه؟ نظام کوتا نیاد، شکاف ها تو جامعه بیشتر میشه و الان دهه 80 دهه 90 و بعدش 1400 که یه خورده سنشون بره بالا اصلا دیگه قضیه. ببین جریان مذهبی شکست خورده، اینو من بهت بگم. حالا اینکه بخواد خودش رو حفظ کنه و اینا یه بحث دیگه یه. به صورت فیزیکی شاید خودش رو بتونه حفظ کنه، ولی ما در تاریخ کشورمون اسلام هیچ وقت به اندازه امروز ضعیف نشده بود. اسلام در ضعیفترین تاریخ خودش در ایران میگذرونه، یعنی ما در این 1400 سال هیچ وقت اسلام اینقدر بی آبرو و اینقدر ضعیف در بین مردم نبود. یه واقعیتیه. خب قربونتون برم، من برم یواش یواش بچه ها، برم خونه بگیرم بخوابم، هرچند قهوه خوردم. کاری ندارید؟ موهام هم باید برم کوتاه کنم، بلند شده. چه موییه؟ یکی نمیشه تو شهر ما ایام فاطمیت. آخه قرمت برم، ما تو ایرانمون همیشه یا در ایام فاطمیت یا سفره یا محرمه یا مرگ این امامه یا مرگ اون امامه دیگه، همیشه یه داستانی هست. مردم خسته میشن، هر چیزی رو افراط کنی خسته میشه. یعنی تو به من اهل مشروبم، یه مدل مشروب زیاد خوردم افراط کردم حالا بد شد، الان انرژی درینک زیاد میخورم، ولی بعضی وقتا مثلا خسته، مثلا انرژی درینک هم اذیت میکنه چند روز نمیخورم. هر چیزی رو توش افراط کنی خسته میشی دیگه. حالا چه برسه مذهب باشه، اونم یه همچین مذهب معذرت میخوام گوهی باشه به اسم اسلام و باورهای اسلام، مردم خسته میشن دیگه. انا فاطمیت، بعد محرمه، بعد سفره. بابا جمع کنید تو رو خدا. بالا شادی کردن و دیسکو بزن و به رقصش هم آدم هر شب بیاد حالش خراب میشه. حالا من که خودم مثلا تلاش، البته من تو این سه ماه که نیومدم، یعنی به خاطر شرایط روحی روانی، ولی قبلش مثلا ماهی یکی دو شب میومدم. دو شب تو پشت سرم بیا دیسکو صدای موزیک دهنتو سرویس میکنه. خب داستان چیه؟ داستان اینه که حالا تو بیا مثلا مسئله مذهبی رو انقدر زیادش بکن، حالا آدم بد میشه دیگه. دیسکو تو دو شب بابا پشت سرم بیا صدای دوب 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 میاد قشنگ مغزت میترکه. مثلا من خودم تو تمام این 13 سالی که خارجم یادم نمیاد دو شب پشت سر هم تونسته باشم برم دیسکو. سر آدم یه شب بیر دیسکو بعد تا یه هفته بگیرم.